صبح بخیر، بازم پیدامی برنامه صبح و زندگی خوش آمدین. حالا در این لحظات مهماندار هستیم ورزشکارای رشته کیک بوکسینگ را با خود داریم که اخیراً از مسابقات رقابتی که در پاکستان برگزار شده بود تونستن مدال طلا را با خود به افغانستان بیارن و باز هم افتخار برای مردم افغانستان باشن. و مهمانایی که با ما هستن صفت الله نوری و همچنان ذبیح الله یعقوبی با ما هستن. خوش آمدین به صبح و زندگی. صبح شما بخیر. سلام بر شما و بر بینندگان عزیز. چیز داخل کشور هستن یا خارج از کشور هستن، ما را از طریق شبکه تلویزیونی آریانا میبینن. به همش صبح بخیری میگم و یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشه. سلامت باشین. خیلی هم ممنون نوری سبزی که به برنامه صبح زندگی تشریف آوردین. و ذبیح الله یعقوبی، بیاین بر ما بگین از دستاوردهای خودتان و مخصوصا از مسابقاتی که شما از پاکستان آمدین. در قدم نخست سلام و احترام تقدیم شما و تمام کارمندان شما. ذبیح الله یعقوبی هستم، یک تن از ورزشکاران انجمن کیک بوکسینگ شاه مردان که مدت 7 سال میشه که رشته کیک بوکس پیش میبرم و مسابقه اخیره که در پاکستان داشتم توانستم عایز مقام اول شم و مدال طلا را در کشور خود بیارم. خیلی خوب آقای نوری، بیاین از مسابقات پاکستان بر ما بگوین. این مسابقات در کدام سطح برگزار شده بود و از افغانستان به چه تعداد ورزشکاران ما مشخصا از رشته کیک بوکسینگ اشتراک کرده بودند؟ این مسابقات یک مسابقات رقابتی بود که کشور پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود. خیلی خوب که توانستن که از کشور افغانستان از طریق بودجه شخصی علمیر از سازمان ها که حمایه میکنن از این طریق برای ما دعوتنامه روان کردن. این از بودجه شخصی خود ما رفتیم سفر کردیم. در این مسابقات خوب بود، سطحش متوسط بود دیگه، به اندازه که کشورهای دیگه مسابقه کردیم به حد اندازه هم نبود و حریفای خوبی آورده بودن. هرچی نباشه پاکستان و افغانستان خو هم رقابت دوستانه و هم رقابت دیگه دارن. دیگه رقابت ما یک نوع نیست که یک نوع است که تنها مبارزه با تفنگ داشته باشیم، مبارزه با بازو هم داریم. باز به فضل خداوند توانستیم که ما مقام اول کسب کنیم و مدال طلا را به افتخار بیاریم به ملت عزیز ما افغانستان. خیلی خوب و جای افتخار است برای ما که ورزشکاران و از رشته کیک بوکسینگ هم میتونن که برای مردم افغانستان افتخار آفرینی بکنن و حداقل کشورهای همسایه را بتونن که شکست بدن و بتونن که بیرق افغانستان را بلند بکنن. ذبیح الله یعقوبی، برای تجلیل 100 سال روز استرداد و استقلال افغانستان تقریبا تمامی رشته ها مسابقات انتخابی تیم ملیشان را آغاز کردن. بین از رشته کیک بوکسینگ برای ما بگین که مسابقات انتخابی شما چگونه بود؟ مسابقه انتخابی ما چند ماه پیش در المپیک برگزار گردید که تانستم عایز مقام اول بگردم، امو به خاطر استقلال و استرداد افغانستان برگزار شد. خیلی عالی. یعنی ذبیح الله یعقوبی در کنار که از جمله ورزشکاران خوب این رشته هستن تانستن در پاکستان هم اشتراک بکنن و بتونن مدال طلا را از آن خود بکنن، تانستن که در مسابقات انتخابی تیم ملی هم مقام اول را از آن خود بکنن و بلندترین نمره را داشته باشن. آقای نوری، بین شما برای ما بگین که دستاوردهای خود شما برای سال 1398 در این رشته چه بوده؟ از ما خب چون ما فعلا در تربیت بدنی حامر زون شمال فدراسیون کیک بوکسینگ هستم و ذبیح جان هم یکی از شاگردای ترینر کلاب می باشه و ده سال ما یک مسابقه خارجی داشتیم و مسابقه منتخب تیم ملی را گرفتیم به خاطر استقلال استقلال افغانستان و یک نمایش های تو پولیس گرفتیم به تاریخ 4 عظمی ما در اکادمی پولیس تعلیم و تربیت وزارت امور داخله که وجه رسانه های شما هم موجود بودن. دیگه ما بسیار دستای که امسال بخیر ما دستاورده بسیار خوب داشتیم که ما از فدراسیون کیک بوکس ما مهاجرین ایران خواسته بودیم در مسابقه منتخب تیم ملی که تا بالا هیچ مهاجر افغان از مهاجریت نامده که در داخل خاک ما در تربیت بدنی افغانستان مسابقه کنه. بله. ولی خوشبختانه امسال ما تانستیم که مهاجرین که افغان ما که در مقیم ایران زندگی میکنن اونها را دعوتنامه روان کردیم، خواستیمشان که تا در اینجا مبارزه کنن و بسیار نام خدا بچهای تیارم بودن. 3 تا اینها عضویت تیم ملی افغانستان گرفتن، افتخار بردن به ایران. اونها تانستن که بیاین در کشور افغانستان مبارزه کنن و تا فی الحال المپیک افغانستان مهاجرین یا از ترکیه یا از ایران یا از پاکستان مهاجرین افغان نخواسته بود که بیاین در افغانستان در کشور خود ما مبارزه کنن و با کشور خود ما افتخار بیارند که به نام افغانستان اگر مرجع
مهاجرین در ایران هم هستن بتونن که از طریق بودجه افغانستان برن به کشورهای دیگه مسابقه بکنن و افتخار بر افغانستان بیارن. خوشبختانه ما امسال تانستیم که این مهاجرین خود از کشور خارج دعوت بکنیم، از کشورهای همسایه که در افغانستان مبارزه کنند که عضویت تیم ملی کشور خود بگیرند. بسیار خوب و ایجای افتخار و ابتکار خوبی هست که فدراسیون کیک بوکسینگ تانسته که انجام بده. عزبیالله یعقوبی، بیا خودت برای ما بگو که در سال 1398 چوز این که تانستی در انتخابی تیم ملی مقام اول را از آن خود بکنی، چقدر تانستی دستاورد دیگر در این رشته داشته باشی؟ در رشته کیک بوکس مسابقات زیاد کردیم که همینجا مدال تقدیرنامه حاضر است. ماشاءالله مدال ها و تقدیرنامه ها و کف اینجا پیش ما زیاد هست و ببینیم که این مدال ها مربوط به آقای یعقوبی میشن و یا هم نوری و در کدام سطح تانستن که اصلا خود بکنن. آقای نوری، اگر شما به ما کمک بکنین ما این تقدیرنامه ها رو نشون بدیم برای هموطنای ما که در کدام بخش شما تانستین که اصلا خود بکنین. از بین 18 کشور، از کشور هندوستان که مسابقه تورنمنتی بود، از بین 18 کشور خودم مقام اول آوردیم که اینجا از طریق پارلمان تقدیر شدیم. خیلی خوب، پارلمان افغانستان آقای نوری را تانستن که قهرمان مدال طلای کیک بوکس اعلام بکنن و بتانن که دستاورد خوب داشته باشن و تقدیرنامه های بعدی هم که ما همینجا نزد خود داریم. یا ما از جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی خاص بودن تشکر میکنیم ازشان که ما را دعوت کردن به خاطر می حکم قهرمانی ما. ریاست جمهوری افغانستان تحسینشان از ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ ما و از جناب میر امان الله گذر است، بله، رئیس شورای کدامه که در اونجا هم دعوت کردن و تقدیر نامه دادن. خیلی خوب، اما اکثر فکر کنم پیش خودتان است. یا هم حکمای قهرمانی است که از کشور هندوستان است. آها، که بین 18 کشور اونجا مسابقات بود. خیلی خوب و تقدیرنامه های بعدی هم که ما اینجا داریم ماشاءالله خیلی ها خوب. کشور پاکستان رشته کیک بوکسینگ فدراسیون کیک بوکسینگ کشور پاکستان برایشان اهدا کردن و همچنان تقدیرنامه های بعدی که اینجا ما نزد خود داریم. حکمای قهرمانی هستن که هم از کشور پاکستان بود که از چندین کشور دیگه شم. خیلی خوب، معلوم میشه که شما برشته پاکستان، برشته کیک بوکسینگ در پاکستان مسابقات زیاد داشتین. هند، پاکستان، ایران چون نزدیک هستن و خیلی براحتی میتونن که ورزشکاران ما سفر داشته باشن و مسابقات خوب خود را انجام بدن. و همچنان بیان بر ما از این کپ بگوین که این کپ مربوط کی میشه و در کدام بخش ما تونستین از آن خود کنیم. این کپ مربوط زبیولای یعقوبی میشه که در زون کدامن در وزن خود سر کپ مسابقه کردن. اینها تانستن که در وزن خود در وزن 65 کیلوگرم حائز کپ شوند. خیلی زون کدامن باز ما زون کدامن این مربوط زبی جان میشه که شاگرد. خیلی خوب، زبی جان دیگه ماشاءالله دستاوردهای بسیار خوب داره. و از این مدال های طلا و مدال هایی که اینجا نزد ما هست برای ما بگین که زبی جان این مدال ها رو در کجا از آن خود کردی؟ این مدال ها عموما زیادترش بین کلاب ها برگزار شده بود مسابقات که توانستم حائز مقام اول بگردم زیادترش، و مدال پاکستان هم هست. و در تمام کار کردم یک باخت داشتم که باختم نبود، تقریبا دیگه دوم بودم که اولین مسابقه ام بود. آها، دوم شدم و دیگه تا به امروز تانستین که اول باشین. خیلی ممنون از اینکه با صبح زندگی تشریف آوردین. انشالله که باز هم موفق باشین و دستاوردهای زیاد داشته باشین. سلامت باشین. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده صبح ها زندگی هستن. شما و خبرهای ساعت 9.
تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنین.